سلام به بینندگان عزیز، مصطفی دانش هستم و برنامه امروز ایران آزاد رو تقدیمتون میکنم. بینندگان، همونطوری که خبر دارین، آقای فرجی این هفته مجری برنامه ها نیستن و برنامه امروز و فردا شب ساعت 9 تا شب، 9 تا 10 شب و روز سه‌شنبه ساعت 11:30 تا 12:30 بعد از ظهر رو من به تنهایی اجرا میکنم و از هفته آینده آقای فرجی روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه خودشون مجری برنامه هستن و من در کنار ایشون هستم. البته ایشون از طریق اسکایپ میان رو برنامه و روزهای چهارشنبه ساعت 9 تا 10 شب برای مدت چندین هفته برنامه رو خود من به تنهایی اجرا خواهم کرد. بینندگان، امروز چند مطلب رو میخوام با شما مطرح بکنم و شروع میکنیم از در واقع دزدی ها و اختلاس هایی که در ایران انجام میشه و در این مورد پکنت، این سایت پکنت یک جدولی آماده کرده که بسیار جالبه که اتاق فرمان این در واقع جدول رو روی مانیتور بیاره و متاسفانه ارقام نمیشه خوند و جالبه که دزدی هایی که و اختلاس هایی که تا به حال رو شده رو پکنت در اینجا مطرح میکنه و من سعی میکنم که این ارقام رو براتون امروز بخونم و بعداً یک تفسیر کوچیکی بکنیم که سهم هر ایرانی در این دزدی هایی که تا به حال رو شده و رژیم جمهوری اسلامی تایید کرده که چنین دزدی هایی شده توسط عمال خود رژیم جمهوری اسلامی و به این ترتیب روشن بکنیم که سهم هر ایرانی از این دزدی هایی که شده چه مقداره. به گفته پکنت، پدیده شاندیز در حدود 96 هزار میلیارد دلار، توجه بکنید 96 هزار میلیارد دلار در ایران اختلاس کرده. بابک زنجانی 85 هزار میلیارد دلار اختلاس کرده. فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومان، معذرت میخوام، تومان، ریال نیست و دلار هم نیست. یک بار دیگه، پدیده شاندیز در حدود 96 هزار میلیارد تومان اختلاس کرده. بابک زنجانی 85 هزار میلیون تومان اختلاس کرده. فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانه. منصور آریا در حدود 1200 میلیارد تریلیون، معذرت بخوام، 1200 تریلیون اختلاس کرده. دوستان، من حتی ارقامو اینقدر صفر جلوجه که نمیتونم بخونم، ولی جالبه منصور آریا و اختلاسایی که منصور آریا کرده 1200 تریلیون بوده. دانشگاه ایرانیان در حدود 1000 میلیارد تومان اختلاس کرده. تأمین اجتماعی 370 میلیارد اختلاس کرده. صادق محصولی 300 میلیارد اختلاس کرده. معاون بانک مرکزی 200 میلیارد اختلاس کرده. رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد 170 میلیارد تومان اختلاس کرده. بنیاد شهید 500 میلیارد تومان اختلاس کرده. دوستان، موقعی که ما این ارقامی که در واقع رو شده و خود وزارت دادگستری ایران اعلام میکنه که این اختلاس ها توسط افراد جمهوری اسلامی انجام شده، موقعی که اینا رو با هم جمع بکنیم، مجموع اختلاس این چند نفر در حدود 199,390 تریلیون تومانه. 199,390 تریلیون تومانه در واقع اختلاسی که انجام شده. خب ما میدونیم که ما در حدود 80 میلیون جمعیت داریم در ایران، شاید هم کمتر از 80 میلیون. موقعی که اینو تقسیم بکنیم بر تعداد مردم ایران، سهم هر ایرانی در حدود 249 میلیون تومان، بینندگان توجه بکنید، 249 میلیون تومان هر ایرانی در واقع از هر ایرانی دزدی شده. و اگه در واقع این پولها با خرج برای مردم خود ایران خرج میشد و در اختیار مردم ایران قرار گرفته بود، تمام مردم ایران میلیونر بودن. و توجه بکنین 249 میلیون تومان فقط توسط این چند ارقام و چند نفر در ایران اختلاس شده.
خب ما میدونیم این اواخر آقای بقایی معاون آقای احمدی نژاد را دستگیر کردن و چنین مطرح میکنن که دزدیای که ایشون کرده و پرونده ایشون بسیار بسیار سنگینه. آقای مشایی به زودی جلوی دادگاه قرار خواهد گرفت و به نظر من ایشون هم کمتر از دیگران اختلاس نکردن. و به زودی آقای رئیس پلیس تهران احمدی مقدم میدونین که جلوی دادگاه قرار خواهد گرفت و ایشون هم مبالغ زیادی اختلاس کرده و پلیس تهران اختلاس کرده. موقعی که ما در واقع این پولا رو با هم جمع بکنیم باید به این مطلب اشاره بکنیم که بیش از 500 میلیون تومان از هر شخص ایرانی تا به حال اختلاس شده و عمال جمهوری اسلامی این پولا رو به جیب زدن. در همین رابطه من به گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی اشاره میکنم. در چند مدت پیش آقای نوبخت در یک جلسه چنین مطرح میکنه که دا به حال 700 میلیارد دلار، توجه بکنین 700 میلیارد دلار از پولهای مردم ایران از بین رفته و در واقع دزدی شده. 700 میلیارد دلار، این گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی است. خب میدونیم که در کنار این پولهایی که از بین رفته، خود تحریم‌ها به جمهوری اسلامی و مردم ایران، من موقعی که از ایران صحبت میکنم در واقع مردم ایران رو در نظر دارم، تحریم‌ها ضربه اساسی به مردم ایران زده. ما میدونیم که در سال 2011 و 2012 درآمد نفتی ایران در حدود 118 میلیارد دلار بوده. بینندگان عزیز، 118 میلیارد دلار. و اکنون طبق گفته بانک جهانی درآمد نفتی ایران بیش از 20 میلیارد دلار نیست. اینو بانک جهانی میگه. ولی جالبه که آقای علیرضا صالح معاون امور مجلس در استانها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چنین مطرح میکنه و اینو دیروز مطرح کرده که درآمد امسال نفت ایران در حدود 24 میلیارد دلار خواهد بود. توجه بکنید 24 میلیارد دلار، و بانک جهانی از 20 میلیارد دلار صحبت میکنه. مهم نیست که آیا بانک جهانی ارقامش درست‌تره یا سخنگو و نیروهای داخل رژیم حرفشون درست‌تره، ولی اون چیزی که واقعیته از سال 2012 تا کنون در حدود 100 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران کمتر شده. یعنی یک ششم درآمدی که در سال 2011 وجود داشته امروز درآمد نفتی ایرانه. و باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع این پول‌ها به ایران وارد نمیشه. این 20 میلیارد یا 24 میلیارد درآمد نفتی وارد ایران نمیشه، بلکه در بانک‌های خارجی مسدود میشه و رژیم جمهوری اسلامی مجبور معامله پایاپای بکنه. یعنی در واقع موقعی که نفت به هندوستان میفروشه اجناس بنجل هندی رو بخره، یا موقعی که نفت به چین میفروشه از اونجا اجناس اونا رو بخره. در واقع این دلار نیست که وارد بازار ایران میشه و این دلار نیست که میتونه در تولید در داخل ایران نقش بازی بکنه. گویا اینکه در واقع این پولها اغلبش به جیب همین دزدانی میریزه که من از اونها امروز صحبت کردم. بینندگان باید به این مطلب اشاره بکنیم که در کنار این ضربه اساسی که به مردم ایران خورده، فقط در مدت 3 سال گذشته، یعنی از سال 2012 تا 2015، در این مدت 3 سال موقعی که فروش نفت ایران 100 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده، چیزی در حدود 300 میلیارد دلار درآمد نفتی وجود نداشته. یعنی درآمدی که باید در واقع برای شکوفایی اقتصادی ایران، برای ساختار اقتصادی ایران، برای تولید در ایران نقش بازی می‌کرده، چنین درآمدی وجود نداشته. یعنی در مدت 3 سال فقط 300 میلیارد دلار کمتر نفت فروخته شده. و باید به این مطلب اشاره بکنیم با سیاست اتمی جمهوری اسلامی و اینکه از سال 1987 از زمان خمینی در واقع سیاست اتمی ایران وجود داشت، سیاست مخفی اتمی ایران، و اینکه در واقع خواهان این بودند که بمب اتمی بسازند و از پاکستان تمام تجهیزات و تأسیسات خریداری می‌کردند، از اون زمان تا کنون در حدود 130 میلیارد دلار خرج تأسیسات اتمی ایران شده، خرجی که همه اینها نابود شده
و از بین رفته. موقع این دو رقم رو با هم جمع میکنیم در این مدت 3 سال و 130 میلیارد دلار رو با هم جمع میکنیم، در حدود 430 میلیارد دلار ضربه اساسی به مردم ایران در این چند سال خورده. بینندگان، فقط این 430 میلیارد دلار نیست، ضربه‌ای که بر اساس اقتصاد ایران و بر اساس مالی و بانک‌های ایران و مردم ایران خورده از هزارها میلیارد دلار بیشتره. شما میدونین که تمام تولید ایران نابود شده. خود سیاستمداران ایران اعتراف میکنن که در سالهای گذشته 14 هزار واحد بزرگ صنعتی و کوچک صنعتی و تولیدی نابود شده و از بین رفته و میلیون ها انسان و میلیون ها کارگر بیکار شده و امروز در فقر زندگی میکنه. و خسارتی که به صنعت گاز و نفت خورده بینندگان عزیز غیر قابل جبرانه. وزیر نفت ایران زنگنه چند مدت پیش چنین مطرح میکنه که ما حتی پول نداریم که صنایع گاز و نفت ایران رو بازسازی بکنیم، پول نداریم که سرمایه گذاری بکنیم در صنایع گاز و نفت ایران، و حتی چنین مطرح میکنه که ما حتی حقوق خود کارمندان شرکت نفت و وزارت نفت رو نمیتونیم پرداخت بکنیم. دوستان، این شرایطی است که جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی برای ایران به وجود آورده. یه فیلمی است از جنگ نفتی اوپک با دیگر صادرکنندگان بر سر حفظ سهم خود در بازار. من خواهش میکنم از اتاق فرمان این فیلم رو نشون بدن تا من بتونم بعد از این فیلم در واقع به گفته های خودم ادامه بدم. آن بین المللی انرژی میگوید عرضه نفت نسبت به سال گذشته روزانه 3 میلیون بشکه افزایش یافته. با وجود افزایش غیر منتظره مصرف، اکنون میزان عرضه نفت روزانه 2 میلیون بشکه بیش از میزان تقاضاست که این امر موجودی مخازن نفتی را به شدت بالا برده. اوپک در ماه می روزانه دست کم 31 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر کرد که در 3 سال گذشته بی سابقه بود. این بدان معناست که اکنون کشورهای عضو اوپک روزانه 1 میلیون بشکه بیش از سقفی که وزیران نفت اوپک در اجلاس 16 ماه خرداد در وین معین کردند نفت صادر می‌کنند. اما سطح تولید کشورهای صادرکننده نفت غیر اوپک از جمله آمریکا در ماه گذشته تغییر نکرده است. تحلیلگران بخش عمده ای از افزایش عرضه را ناشی از استراتژی تهاجمی اوپک دانسته که به منظور حفظ منافع و کنترل بازار دست به نبرد با کشورهای صادرکننده غیر اوپک تولید نفت و تولید نفت متعارف در آمریکا زده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفته است با برداشته شدن تحریم‌های غرب از روی ایران، تهران برای افزایش صادرات نفتی خود شروع به بازاریابی خواهد کرد. چگونه کسی میتونه از بازاریابی نفتی ایران جلوگیری کنه؟ بازار نفت یک بازار آزاده. ما 100 ساله که توی این بازاریم و مشتریان قدیمی بسیاری داریم. ما در نظر داریم که ظرف یکی دو ماه آینده روزانه 500 هزار بشکه و ظرف 6 تا 7 ماه آینده روزانه 1 میلیون بشکه صادرات نفتی خود را افزایش دهیم. سازمان بین‌المللی انرژی که بر نوسانات قیمت نفت نظارت دارد میگوید شواهد حاکی از آن است که پایین بودن قیمت نفت بر صادرات نفت کشورهای غیر اوپک که عمدتاً از هزینه تولید بالایی برخوردار هستند تأثیر منفی داشته است. با وجود افزایش عرضه، سازمان بین‌المللی انرژی میگوید قیمت نفت از ماه ژانویه تا به حال 40% بالا رفته است. ولی سازمان با توجه به عرضه بیش از تقاضای نفت در بازار پیش بینی کرده است که ممکن است قیمت نفت در سال آینده بین 5 تا 15 دلار تنزل کند. آقای روحانی امیدوار است که با برداشتن تحریم‌ها و افزایش درآمد نفتی به اقتصاد شکننده ایران جان تازه‌ای ببخشد. به گزارش روزنامه ایران دیلی، تهران و پکن موافقت کردند که از این به بعد چین پول نفت خریداری شده از ایران را به جای صادرات کالا به ایران نقدان بپردازد. بینندگان، این فیلم به این فیلم توجه کردین، ولی اون چیزی که آقای زنگنه در نشست اوپک مطرح میکنه اینه که میگه ما منتظر تصمیم اوپک نمیشیم. در فیلم به درستی به این اشاره میکنه که سقف تولید نفت اوپک در حدود 31 میلیون و 300 هزار بشکه در روزه، ولی آقای زنگنه مطرح میکنه که ما در حدود 1 میلیون بشکه در واقع بیشتر میخواییم صادرات داشته باشیم. میدونین که صادرات ایران قبل از تحریم‌ها در حدود 2 میلیون و 500 هزار بشکه بوده و امروز صادرات ایران به 1 میلیون بشکه و کمتر از 1 میلیون بشکه تنزل پیدا کرده، تقلیل پیدا کرده. و آقای زنگنه چنین مطرح میکنه که بعد از توافق اتمی در مدت کوتاهی
ایران قادر خواهد بود در حدود 2,500,000 بشکه نفت صادر بکنه. یعنی این خواستی است که جمهوری اسلامی اونو مطرح میکنه. خب در این رابطه باید به این مطلب اشاره بکنیم که قیمت نفت به هر صورت تغییر پیدا خواهد کرد، سقوط خواهد کرد. رویترز هم اکنون چنین مطرح میکنه. دیروز رویترز مطرح کرده که جمهوری اسلامی در حدود 40,000,000 بشکه ذخیره نفتی روی آبهای خلیج فارس داره. یعنی در تانکارهای نفتی ایران اونا رو ذخیره کردن، 40,000,000 بشکه. و به مجردی که توافق اتمی انجام بشه، روزی که توافق اتمی امضا بشه، جمهوری اسلامی این نفت رو میخواد به فروش برسونه. و در این رابطه شکی نیست که در واقع هم اکنون بیش از 2,000,000 بشکه عرضه در بازار جهانی بیشتر از تقاضاست. 2,000,000 بشکه بیشتر نفت به بازار جهانی عرضه میشه تا تقاضایی که وجود داره. و زمانی که در واقع جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی بیش از 40,000,000 بشکه رو بخواد بفروشه، مجبور این 40,000,000 بشکه رو به قیمت بسیار ارزونی به فروش برسونه، برای که جمهوری اسلامی احتیاج به پول داره، احتیاج به ارز داره، احتیاج به دلار داره. و شکی در این مورد وجود نخواهد داشت که به مراتب ارزونتر از قیمت جهانی این 40,000,000 بشکه رو به فروش خواهد رسوند. و زمانی که در بازار جهانی بیش از 3,000,000 یا 4,000,000 یا 5,000,000 بشکه در روز عرضه بشه، طبیعتاً قیمت نفت همون چیزی که در فیلم مطرح شد، 15 تا 20 دلار، شاید هم بیشتر، تقلیل پیدا بکنه، کاهش پیدا بکنه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در این رابطه میخواد از عربستان سعودی هم انتقام بگیره. باید به این مطلب اشاره بکنیم که همیشه عربستان سعودی در مقابل جمهوری اسلامی، حتی در زمان شاه، بر علیه شاه جنگ نفتی را مینداخت. فراموش نکنیم که این عربستان سعودی بود که در زمان فورد رئیس جمهور آمریکا با خواست آقای فورد تولید نفت خودش را در بازارهای جهانی اضافه کرد، تولید صادرات خودش را اضافه کرد و باعث کاهش نفت، قیمت نفت شد. زمانی که شاه می‌خواست قیمت نفت هر بشکه‌ای به 30 دلار برسونه، این آقای فورد بود، رئیس جمهور آمریکا بود، که از عربستان سعودی پادشاه فهد چنین خواست که تولید نفت عربستان سعودی را اضافه بکنن و نفت زیادی به بازار عرضه بکنن و باعث سقوط قیمت بشن. و امروز جمهوری اسلامی در رابطه با دشمنی و رقیب دیرینه خودش عربستان سعودی می‌خواد انتقام بگیره. در این مورد شکی نیست که به زودی زود موقعی توافق انجام بشه، 40,000,000 بشکه نفت ایران به مراتب ارزان‌تر از قیمت جهانی به فروش خواهد رفت و این ضربه است به خود عربستان سعودی. خب ما می‌دونیم عربستان سعودی در همین امسال با کاهش قیمت نفت و مشکلاتی که در بازار نفت وجود آمده، در حدود 160 میلیارد دلار، توجه بکنید، 160 میلیارد دلار کمتر درآمد نفتی داره. عربستان سعودی زمانی 320 میلیارد دلار سالانه درآمد نفتی داشت در سالهای گذشته. اکنون درآمد نفتی عربستان سعودی به نیمی از اون رسیده، به 160 میلیارد دلار در سال رسیده. و همکنون کمبود بودجه عربستان سعودی، بودجه دولت در حدود 140 میلیارد دلاره. گویی که عربستان سعودی در حدود 600 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره و میتونه از این ذخایر استفاده بکنه، مدتی چند سالی میتونه استفاده بکنه، ولی خب به زودی میتونه این ذخایر هم تموم بشه. ما میدونیم که عربستان سعودی با این ذخایر عظیمی که داره مجبور سالانه در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار به خاطر آرامش داخل و امنیت در داخل کشور به مردم خودش هدیه بده. عربستان سعودی هم اکنون بنزین رو سوبسید میکنه در داخل عربستان سعودی. عربستان سعودی مجبور جنگ یمن رو در واقع تأمین بکنه، پول جنگ رو بپردازه و این میتونه ضربه‌ای بر عربستان سعودی و ضربه مالی بر علیه خود عربستان سعودی باشه. و به این مطلب هم باید اشاره بکنیم که عربستان سعودی داره سالانه 10 میلیارد دلار سلاح‌های مدرن جنگی از آمریکا و کشورهای غربی خریداری میکنه. خب 600 میلیارد دلار ذخایر نفتی میتونن در مدت کمی، 600 میلیارد دلار ذخیره ارزی میتونه در مدت بسیار کمی از بین بره و مشکل عظیمی را برای عربستان سعودی به وجود بیاره. همکنون عربستان سعودی نگران توافق اتمی با جمهوری اسلامیه.
چند مدت پیش وزیر امور خارجه عربستان سعودی آقای السعود، وزیر سابق امور خارجه عربستان سعودی، چنین مطرح کرد که نباید هدیه‌ای به جمهوری اسلامی داد. منظور السعود هدیه توافق اتمی است، یعنی این توافق نباید با ایران انجام بشه. عربستان سعودی وحشت عظیمی، نگرانی عظیمی از این داره که روابط ایران، روابط جمهوری اسلامی و آمریکا روز به روز با هم نزدیکتر بشه. سفیر انگلستان در عربستان سعودی، سفیر سابق انگلستان در عربستان سعودی چند مدت پیش به گاردین چنین میگه که در صحبتایی که با رهبران عربستان سعودی داشته، اونها نگران از این هستند که به زودی جمهوری اسلامی دوباره نقش جاندارم بین‌المللی را در منطقه در اختیار خودش بگیره، یعنی قدرت منطقه‌ای بشه و نقش جاندارم منطقه را برای آمریکا بازی بکنه. و خب در این روزهای اخیر، در این ماهای اخیر، روابط تجارتی بین آمریکا و جمهوری اسلامی گسترش پیدا کرده. در این مورد فیلمی است که من خواهش میکنم این فیلم رو نشون بدیم، تا نشون بدیم که در واقع روابط بسیار نزدیکی یا صادرات آمریکا داره روز به روز گسترش پیدا میکنه به ایران و این باعث نگرانی بیشتر کشور عربستان سعودی شده. فیلمی است در مورد صادرات آمریکا به ایران افزایش پیدا میکنه. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد صادرات آمریکا به ایران از ماه ژانویه تا آخر ماه آوریل سال جاری 67%، یعنی از 58,600,000 دلار در سال گذشته به 98,200,000,000 دلار افزایش یافته است. در وبسایت وزارت بازرگانی آمده است که آمریکا در ماه ژانویه 300,300,000 دلار، در ماه فوریه 16,700,000 دلار، در ماه مارس 44,200,000 دلار و در ماه آوریل 24,000,000 دلار، یعنی در مجموع 98,200,000 دلار در 4 ماه اول سال جاری کالا به ایران صادر کرده است. و این در حالی است که آمریکا در همین مدت هیچ کالایی از ایران وارد نکرده است. خبرگزاری تسنیم می نویسد مبادلات تجاری ایران و آمریکا در سال 2014، یعنی در نخستین سال اجرای توافق هسته‌ای موقت، با کاهش 42% نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. وزارت بازرگانی آمریکا ارزش حجم صادرات کالا به ایران در سال گذشته را 186,500,000 دلار برآورد کرده است. دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن، میگوید ارزش حجم کالاهای صادراتی آمریکا به ایران بسیار ناچیز است ولی امیدوار کننده است. یعنی افزایش صادرات آمریکا به ایران علامت خوبیه، ولی ایران هم بایستی قدم‌های جدی برداره و واقعاً از این بازار بزرگ آمریکا که هیچی فعلا ایران به آمریکا صادر نمی‌کنه استفاده کنه و همینطور کالاهای درجه اولی رو که آمریکا صادر می‌کنه بتونه برای ایران وارد بکنه و استفاده کنه، به جای اینکه کالاهای دست دوم و سوم از هند و چین و روسیه و جاهای دیگه وارد کنه. غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، اخیراً گفته است که دولت به صاحبان شرکت‌های خصوصی چراغ سبز نشان داده و به آنها توصیه کرده است که پیش از آن که رسماً تجارت بین ایران و آمریکا از سر گرفته شود، روابط تجاری خود را با شرکت‌های آمریکایی گسترش دهند. دوستان توجه کردین که در واقع صادرات آمریکا به ایران داره گسترش پیدا می‌کنه، گرچه این صادرات هنوز ناچیزه، مبلغی آنچنانی نیست، ولی در حال گسترشه. یعنی ما در زمانی که هنوز تحریما وجود داره و کشورهای اروپایی و به ویژه هندوستان میخوان معامله با جمهوری اسلامی بکنن و دولت آمریکا مخالفت میکنه، خود آمریکایی‌ها و در واقع شرکت‌های آمریکایی سعی میکنن که صادرات خودشونو و روابط اقتصادی خودشونو با ایران گسترش بدن. و در این مورد شکی نیست که به زودی زود با از بین رفتن در واقع تحریما و با امضای توافق اتمی صادرات آمریکا به ایران منفجر خواهد شد، یعنی به سطح بسیار بالایی خواهد رسید. و اینو ما میدونیم که هم آمریکا خواهان اینه، هم شرکت‌های آمریکایی خواهان اینن و هم جمهوری اسلامی، عده زیادی از رهبران جمهوری اسلامی هم حتی خواهان این روابط نزدیک اقتصادی با آمریکا هستند. همینطوری گفتم، یک بار دیگه اشاره میکنم، در شرایطی که آمریکا به هیچ کشوری اجازه نمیده که معامله اقتصادی با ایران انجام بده بر اساس تحریما، در واقع روابط اقتصادی آمریکا با ایران طبق همین فیلمی که دیدین روز به روز داره
گسترش پیدا میکنه. بینندگان، اگه ما به مشکل توافق اتمی اشاره بکنیم، و من معتقدم که ما مجبوریم به این مسئله اشاره بکنیم و نشون بدیم مشکل اصلی در توافق اتمی کجاست و چه راه حل هایی را که جمهوری اسلامی و آمریکا پیشنهاد میکنن چه راه حل هایی هستند، و به این به امرایت من اشاره بکنم، یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم که من شکی ندارم تا آخر این ماه و شاید چند روزی در داخل ماه ژوئیه این توافق نهایی امضا خواهد شد، بر اساس در واقع تمام شواهد و ارقامی که من الان ازش صحبت میکنم. خب میدونیم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چنین مطرح میکنه که باید تحریما فوراً برداشته بشه. او چنین مطرح میکنه که تحریما باید سریعاً بعد از امضای توافق نهایی در روز 30 ژوئن امسال برداشته بشن. بینندگان عزیز، این صحبت های آقای خامنه ای پشیزی ارزش نداره و فقط مصرف داخلی داره. اگه شما به سخنان آقای ظریف و مصاحبه آقای ظریف با روزنامه اعتماد در چند روز پیش توجه کرده باشید، ظریف چنین مطرح میکنه و به درستی چنین مطرح میکنه، میگه مشکل اساسی ما و مشکل اساسی تحریم ها پشیش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. میدونیم که شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2007 تا کنون 6 قطعنامه بر علیه ایران صادر کرده و تحریم‌های زیادی را انجام داده، و باید به این مطلب اشاره بکنیم که تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند، بیش از 190 کشور عضو سازمان ملل متحد، موظفند در واقع قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را بپذیرند و اونا عملی بکنند. آقای ظریف چنین مطرح میکنه که تمام تحریم‌های بعدی آمریکا و کشورهای اروپا بر اساس 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شده، و اگه ما این قطعنامه ها رو ملغا بکنیم و بتونیم در واقع به اونجا بریم که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد ملغا بشن، امکان وسیعی برای جمهوری اسلامی پیدا میشه که بتونه با 190 کشور جهانی رابطه اقتصادی و رابطه مالی برقرار بکنه، و اون چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد. برای جمهوری اسلامی این مهم نیست که آمریکا و کشورهای اروپایی بلافاصله در واقع تحریم‌ها را اروپایی اینو میخوان. میدونی که همیشه عده زیادی از نمایندگان اقتصاد کشورهای اروپایی وارد ایران میشن، با رهبران جمهوری اسلامی مصاحبه میکنن، صحبت میکنن و بحث میکنن، و خواهان اینن که در واقع این توافق انجام بشه تا پای در واقع سرمایه‌داران اروپایی به ایران باز بشه. اونا خواهان یک چنین توافق اتمی هستن، ولی جمهوری اسلامی در واقع اینو میخواد قبل از اینکه تمام تحریم‌های بانکی برداشته بشه، یا تحریم‌های افراد حقوقی برداشته بشه، و یا تحریم‌های سازمان‌های نظامی و شرکت‌های ایران برداشته بشه، در واقع 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ملغا بشه که جمهوری اسلامی بتونه با 190 کشور دنیا رابطه اقتصادی به وجود بیاره. این صحبتایی است که آقای ظریف با روزنامه اعتماد انجام داده و به درستی اینو مطرح کرده. میگه ما به دنبال بقیه تحریما نیستیم و اساس این تحریما باید از بین بره، و اون اساس این تحریما رو در واقع 6 قطعنامه شورای امنیت کشورهای شورای امنیت سازمان ملل متحد میدونه. و اون چیزی که امروز به نظر میرسه دوستان و بینندگان اینه که کشورهای 5 به اضافه 1، یعنی کشورهایی که با ایران در رابطه با تأسیسات اتمی ایران مذاکره میکنن، توافق کردن که بعد از توافق نهایی، یعنی توافقی که در آخر این ماه باید انجام بشه، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ملغا بشه، قطعنامه دیگری صادر بشه و تمام قطعنامه های سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع از بین بره، و اون چیزی است که جمهوری اسلامی دنبال اونه. بقیه صحبتایی که رهبران جمهوری اسلامی انجام میدن، آقای خامنه ای میگه و دیگران میگن و سپاه پاسداران و رهبران سپاه پاسداران میگن، جنتی و جنتی ها مطرح میکنن، اینا فقط مصرف داخلی داره. بینندگان عزیز، مطلب دیگری که مهم دیگری که در اینجا مطرح است، در واقع بازرسی آژان بین‌المللی اتمی از سایت های نظامی ایرانه. این دومین مشکلی است که باید حل بشه.
مشکل اول رو من صحبت کردم، مشکل اول در راه حل شدنه. یعنی در واقع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اینها رو ملغا خواهند کرد. مشکل دوم، میدونین مشکل سایت های نظامی و اینکه سایت و اینکه آژانس بین المللی اتمی در ویان خواهان اینه که بتونه بعضی از سایت های نظامی ایران رو بازرسی بکنه. دوستان اینجا باید بین دو مطلب تفکیک بکنیم. یکی پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی را در واقع جمهوری اسلامی پذیرفته. در زمان محمد خاتمی پروتکل الحاقی را جمهوری اسلامی پذیرفت و مدتی اون را اجرا کرد و این پروتکل الحاقی باید به تایید مجلس ایران هم برسه. ولی بدون اطلاع قبلی وارد ایران بشه، متخصصینش وارد ایران بشن و تمام تأسیسات اتمی ایران رو بازرسی بکنن. این چیزیست که مربوط به پروتکل الحاقی میشه. ولی در جنب این پروتکل الحاقی، در واقع آژانس بین‌المللی اتمی خواهان اینه که بعضی از سایت های نظامی ایران رو کنترل بکنه که شاید در اونجا، شاید هم چنین چیزی نباشه، ولی به احتمال قوی چنین چیزی وجود داره، ماشه اتمی ساخته شده و تست اتمی انجام گرفته و اینو در واقع آژانس بین‌المللی میخواد تجسس بکنه که آیا چنین اتفاقی افتاده یا نه. ولی در کنار پروتکل اتمی، خواست آژانس بین‌المللی اینه که بعضی از سایت‌های نظامی ایران به ویژه پارچین رو بتونه بازرسی بکنه. و در این مورد اشکال مشکل بزرگی وجود داشت و در این رابطه هم در واقع جمهوری اسلامی داره با دولت آمریکا و با آقای اوباما به راه حل میرسه. آقای ظریف چند مدت پیش چندین بار مطرح کرد و ظریف کسیش که در واقع این مطلب رو میدونه، میگه ما پروتکل الحاقی رو بدون چون و چرا باید بپذیریم و پذیرفتیم و آن چیزی که در رابطه با سایت‌های نظامی مطرح است اونها رو میدونیم مدیریت بکنیم و اونها رو موقعی که در واقع خواست آژانس بین‌المللی اتمی است با مدیریت ایران بتونن بعضی از سایت‌های نظامی رو بازرسی بکنن. و اینو حتی آقای خامنه‌ای با این مطلب هم مخالفت کرده. ولی جالب اون چیزی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در این اواخر مطرح کرده. آقای اوباما راه حل دیگری را پیشنهاد میکنه. آقای اوباما میگه که در رابطه با سایت های نظامی ایران، آژانس بین‌المللی اتمی میتونه خواسته هاشو مطرح بکنه، ولی آژانس نمیتونه بدون این که جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه بپذیرن در واقع سایت‌های نظامی ایرانو بازرسی بکنه. آقای اوباما چنین پیشنهادی رو میکنه. از یک مکانیسم بین‌المللی صحبت میکنه، از یک کمیته‌ای که شامل کشورهای مذاکره کننده، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1، به اضافه نماینده جمهوری اسلامی در این کمیته و در این کمیسیون و به اضافه اتحادیه اروپا در این کمیسیون. یعنی در واقع این کمیسیونی که مشترکاً از طرف کشورهای 5 به اضافه 1، اتحادیه اروپا و نماینده جمهوری اسلامی تشکیل میشه، میتونه خواست در رابطه بازرسی از سایت نظامی ایران رو بگیره، تحقیق بکنه، تجسس بکنه. 30 روز فرصت داره طبق گفته آقای اوباما و در این مدت 30 روز این کمیته است که تصمیم میگیره که آیا آژانس بین‌المللی اتمی اجازه داره از یکی از سایت‌های نظامی ایران بازدید بکنه، بازرسی بکنه یا نه. اگه کمیته چنین تصمیمی رو بگیره و اکثریت این کمیته اینو بپذیرن، دیگه جمهوری اسلامی حق وتو نداره و باید اونو بپذیره. یعنی در واقع مکانیزمی به وجود آوردن که آژانس بین‌المللی اتمی با اختیارات خودش نتونه چنین کار رو انجام بده، نیاد فردا بگی که من پس فردا میخوام وارد ایران بشم و سایت نظامی فردو رو در واقع بازرسی بکنم، بلکه این کمیته است که در مدت 30 روز تصمیم میگیره و این کمیته رو به خاطر این به وجود آوردن و افراد این کمیته هم دیگه گفتم از طرف کشورهای 5 به اضافه 1 و اتحادیه اروپا است. ما میدونیم که اتحادیه اروپا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، حتی رهبران اتحادیه اروپا، نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در روزهای گذشته گروه‌های زیادی به ایران وارد شدند و به ایران و جمهوری اسلامی این اطمینان دادند که فرق اساسی بین نمایندگان اتحادیه اروپا و نمایندگان کنگره جمهوری‌خواه آمریکا وجود داره و اونا خواهان روابط نزدیک با ایران هستند و منتظر توافق اتمی هستند. یعنی این قولایی است که در واقع به جمهوری اسلامی داده شده. یعنی برای جمهوری اسلامی داره مکانیزمی به وجود میاد
به این امید که جمهوری اسلامی در کنار اروپا و اتحادیه اروپا قرار بگیره و شاید در این کمیته افرادی وجود داشته باشند که زمانی که آژانس بین‌المللی اتمی خواهان اینه که یکی از سایت‌های نظامی ایران مورد بررسی یا بازرسی قرار بگیره، کمیته مخالفت با اون بکنه و شاید در مورد بسیار نادری در واقع کمیته موافقت بکنه و سایت در واقع آژانس بین‌المللی بتونه چنین کاری را انجام بده و چنین بازرسی را انجام بده. پس بنابراین راه حل مشکل بزرگ و مشکل دومی که وجود داره اینم به نتیجه برسه. و بنابراین گفته های آقای خامنه‌ای که چنین مطرح میکنه که به هیچ منطقه ای از مناطق نظامی ایران و تأسیسات نظامی ایران کسی وارد نخواهد شد، اینم مصرف داخلی داره. بینندگان عزیز، در همین رابطه اجازه بدین من یک نقل قولی از آقای آمانو بکنم. آمانو میدونین که رئیس آژانس بین‌المللی اتمی در وینه. آقای آمانو در آخرین مصاحبه خودش در 9 ژانویه در مورد سایت نظامی ایران، بازرسی از سایت‌های نظامی ایران، ببینین چی میگه. میگه که این بازدیدها ارتباطی به تفاهم اتمی نداره، یعنی ارتباطی با تفاهم نهایی که چند روز دیگه باید امضا بشه این بازدیدهای سایت نظامی نداره. یک بار دیگه، این بازدیدها ارتباطی به تفاهم اتمی نداره و در چارچوب اختیارات مسائل جاری در آژانس مطرح شد و نه در چارچوب تدوین سند نهایی توافق اتمی ایران. یعنی در واقع اون میگه که ما در خارج و اینی که در واقع توافق اتمی باید انجام بشه در این مورد شکی نداریم. توافق اتمی انجام میشه و ما در خارج از توافق اتمی میتونیم در رابطه با مسائل یا بازدیدهایی از صنایع یا سایت‌های نظامی ایران تصمیم بگیریم و وارد ایران بشیم. این صحبتی است که نشون میده که در رابطه با مشکل اساسی اونها، یعنی بازدید سایت‌های نظامی ایران، هم به نتیجه رسیدن و من قبلا از آقای اوباما و مکانیزمی که آقای اوباما پیشنهاد کرده و اون مکانیزمی که من شکی ندارم که جمهوری اسلامی اینو خواهد پذیرفت و توافق اتمی رو انجام خواهد داد، آقای اوباما در واقع این پیشنهاد انجام داده که چنین توافقی انجام بشه. پس بنابراین به نظر من و پیشبینی‌هایی که من از ابتدای شروع مذاکرات اتمی کردم از سال 2014 تا کنون یا 2013 تا کنون، به نظر من تمام این پیشبینی ها درست بوده و امروز یک بار دیگه اینو مطرح میکنم که من معتقدم که این توافق اتمی انجام خواهد شد. خب در این رابطه است که آقای زنگنه هنوز چند روزی از این صحبت ها نمیگذره، از پیشنهاد آقای اوباما نمیگذره که در نشست وین چنین مطرح میکنه که ما حاضریم با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا قرارداد ببندیم. در نشست وین عده زیادی از نمایندگان شرکت‌های بزرگ نفتی اروپا با آقای زنگنه صحبت کردند و حتی آماده بودند که قرارداد نفتی با جمهوری اسلامی ببندند. یعنی جمهوری اسلامی معتقد به این امره که این توافق انجام خواهد شد و قادر خواهد بود که روابط نزدیک نفتی با کشورهای بزرگ جهانی به وجود بیاره. بینندگان به این مطلب باید اشاره بکنیم که رزرو ذخایر نفتی ایران در حدود 9% ذخایر نفتی جهانه. 9% ذخایر نفتی جهان در واقع ذخایر نفتی ایرانه. ایران هم اکنون گفته میشه در حدود 158 میلیارد بشکه ذخایر نفتی داره. 158 میلیارد بشکه، یعنی بعد از عربستان سعودی که در حدود 268 میلیارد بشکه داره، مقام دوم ایران در اختیار داره. و خب در این مورد شکی نیست آقای بینندگان عزیز که اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهان توافق اتمیه. نه تنها جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی با مشکلاتی که من قبلا مطرح کردم خواهان توافق اتمی هن، بلکه آقای اوباما خواهان توافق اتمیه. یعنی چنین برگ برندهی که امروز در دست آقای اوباماست، آقای اوباما این برگ برنده را از دست نخواهد داد. اوباما نامش در تاریخ دنیا ثبت خواهد شد به عنوان کسی که جلوی بمب اتمی ایران را گرفته، جمهوری اسلامی را گرفته و این برگ برنده را هیچ زمانی از دست نخواهد داد.
خب می‌دونیم که آقای اوباما هم اکنون نیروهای خودشو، نیروهای آمریکا رو برخلاف رئیس جمهور سابق آمریکا آقای بوش که در واقع دو جنگ اساسی رو در دنیا شروع کرد، جنگ افغانستان و جنگ عراق، آقای اوباما نیروهای خودشو از عراق و افغانستان خارج کرد و توافق کرد که توافق اتمی با ایران به وجود بیاد، یعنی راه حل دیپلماتیک رو پیشنهاد کرد. خب همزمان به اون عده زیادی از جمهوری خواهان مخالف این توافق اتمی هستند و حتی آقای جب بوش که خودشو دیروز کاندیدای ریاست جمهوری از طرف جمهوری خواهان کرده مخالف این توافق اتمی است. چند روز پیش آقای جب بوش سفری به آلمان و لهستان و بعضی از کشورهای شرق اروپا داشت. آقای جب بوش در این سفرش دقیقاً به این مطلب اشاره میکنه که سیاست خارجی برادر خودشو ادامه خواهد داد، اون بدونی که اصلا از برادرش صحبت بکنه. اون در این صحبتاش چنین مطرح کرد که توافق آقای اوباما و توافق کاخ سفید و دولت آقای اوباما با کوبا، این توافق توافق درستی نیست و این توافق ملغا خواهد کرد. و اون چنین مطرح کرد که جمهوری اسلامی خطرناکتر از داعش می باشه. این آقای جب بوش مطرح میکنه، میگه جمهوری اسلامی خطرناکتر از داعشه، همون صحبتی که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همیشه مطرح میکنه. آقای نتانیاهو هم همین مطلب مطرح میکنه، میگه جمهوری اسلامی خطرناکتر از داعشه. و مطلبی سومی که آقای جب بوش مطرح کرده و به احتمال قوی میتونه کاندید جمهوری خواهان در رقابت انتخاباتی در آینده باشه، چنین مطرح میکنه که دنیا باید از آمریکا، به ویژه دشمنان آمریکا باید از آمریکا وحشت داشته باشند، یعنی آمریکا باید رهبری جهان رو به دست بگیره. ولی آقای بوش از این مطلب، از این مشکلی که به وجود آمده صحبتی نمیکنه که دو جنگ بزرگی رو برادر آقای بوش شروع کرد در افغانستان و در افغانستان با شکست روبرو شد، با شکست نظامی آمریکا روبرو شده و نیروهای خودش رو خارج کرده، تا به جایی که در واقع پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا امروز مطرح میکنه که طالبان دیگه دشمن ما نیستند و از روز 2 ژانویه 2015 آمریکا با طالبان مبارزه نمیکنه، بر علیه طالبان نمی جنگه. خب این اعتراف به شکست جنگی، اعتراف به شکست نظامی در افغانستانه. میگه آقای بوش، برادر آقای بوش به این امید وارد افغانستان نشد و طالبان و حکومت طالبان را ساقط نکرد که در اونجا در واقع آزادی و دموکراسی به وجود بیاره و این آزادی و دموکراسی در داخل افغانستان گسترش پیدا بکنه به تمام منطقه خاورمیانه. این قولی بود که آقای بوش میداد و این مشکلی است که امروز به وجود آمده. جنگ عراق بر چه اساسی به وجود آمد؟ بر اساس دروغ، در واقع اطلاعات دروغ و اینکه مطرح میشد صدام حسین بمب اتمی داره یا صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی داره. می‌دونیم که در واقع هیچ چنین مطلبی درست نبود. مطلبی دیگری که مطرح می‌شد و آقای رامسفلد هم میشه مطرح می‌کرد، رئیس پنتاگون مطرح می‌کرد، رابطه برقرار می‌کرد بین صدام حسین و القاعده، یعنی اسامه بن لادن، و چنین مطرح می‌کرد که صدام حسین حمایت می‌کنه از القاعده، در صورتی که این در واقع واقعیت نداشت و دروغ بود. و امروز می‌بینیم شرایط عراق به کجا کشیده. و زمانی که آقای جب بوش چنین مطرح میکنه و خواهان اینه که در واقع سیاست خارجی برادر خودش رو ادامه بده، باید به این مطلب اشاره بکنیم و اینکه مطرح میکنه باید رهبری جهان دوباره به دست بگیره و سیاست خارجی سیاست برادرش خواهد بود، باید به این مطلب اشاره بکنیم که امروز در عراق چه میگذره، در افغانستان چه میگذره. من در افغانستان قبلا ازش صحبت کردم. در لیبی چه میگذره؟ در لیبی وارد شدین و در واقع قذافی را ساقط کردین در سال 2011 با کمک تمام نیروهای رادیکال اسلامی. و امروز در لیبی نه تنها دو حکومت وجود داره که با هم می جنگن، یه حکومت بسیار رادیکال افراطی و اسلامی در داخل طرابلس پایتخت لیبی و حکومت دیگری در شرق لیبی. امروز داعش نیمی از این کشور رو در واقع داره در اختیار خودش می گیره. بنادر مهمه دریای مدیترانه و میدانهای نفتی داره به دست داعش میفته. این شرایط لیبیست. و برسیم به سوریه، در سوریه چی میگذره؟ و زمانی که در واقع جمهوری خواهان چنین مطرح میکنن که باید آمریکا یک بار دیگه رهبری جهانو به دست بگیره و پلیس منطقه باشه، باید اشاره بکنیم که سیاست آینده چه خواهد بود،
چه سیاستی رو شما میخواییم پیاده بکنیم؟ شما همیشه نشون دادین که در سقوط رژیم ها در واقع ماهر هستین، میتونین رژیم ها رو ساقط بکنین. رژیم طالبان رو در مدت کمتر از 4 هفته ساقط کردیم. رژیم صدام حسین رو کمتر از 4 هفته 5 هفته ساقط کردیم. فراموش نکنیم سخنان آقای جورج دبلیو بوش روی کشتی جنگی آمریکا چنین مطرح کرد که در جنگ عراق پیروز شدیم، 5 هفته بعد از اون اینو مطرح کرد. ولی امروز در عراق و در عواقب این سیاست اشتباه آمریکا، عراق وجود نداره و عراق تبدیل به 4 منطقه شده و 4 قسمت شده و داعشی که داره در اون کشور فاجعه می آفرینه. این شرایطی است که باید از اون صحبت کرد. و کسانی که امروز مخالف توافق اتمی هستن و سعی میکنن که در واقع این توافق اتمی نشه، شکی نیست که اونها گزینه دیگری ندارن در رابطه با این توافق اتمی. گزینه بعدی در واقع جنگ و گزینه جنگی خواهد بود. ما میدونیم که آقای اوباما در یکی از سخنرانی‌های خودش چند مدت پیش چنین مطرح میکنه، میگه من اطلاع دقیق دارم که در آمریکا و در خارج از آمریکا نیروهایی هستند که خواهان توافق اتمی و راه حل دیپلماتیک نیستند. و بلافاصله بعد از اون وزیر امور خارجه آقای اوباما، آقای جان کری، قبل از اینکه به سفر لوزان بره و اون توافق در لوزان با جمهوری اسلامی انجام بده، چنین مطرح میکنه که ما اگه توافق انجام ندیم، جمهوری اسلامی به سیاست اتمی خودش ادامه خواهد داد. بیش از 19,000 سانتریفوژ جمهوری اسلامی در اختیار داره و از اینها در واقع استفاده خواهد کرد و میتونه نه تنها اورانیوم رو در سطح 20% غنی بکنه، بلکه میتونه اورانیوم رو در تا سطح 90% غنی بکنه و دستیابی به بمب اتمی پیدا بکنه در مدت کوتاهی. و اون چنین مطرح میکنه که بس بنابراین گزینه بعدی در واقع گزینه جنگ خواهد بود. و این گزینه جنگ، بینندگان عزیز، یعنی نابودی ایران، نابودی مردم ایران، نابودی تمامیت ارضی ایران و نابودی تمام ساختار صنعتی ایران و نابودی فرهنگی ایران و تمامیت ارضی ایران از بین خواهد رفت. من دارم میبینم متاسفانه وقت برنامه من دوستان داره به اتمام میرسه. بحث من بسیار بحث کاملیه که میخواستم امروز انجام بدم، ولی از شما خواهش میکنم که توجه به این بحث امروز بکنین. من در بحث فردا شب، یعنی ساعت 9 تا 10 شب فردا، سعی میکنم به این مطلب دوباره اشاره بکنم، مقدمه از بحث امروز خودم مطرح بکنم و این بحث رو ادامه بدم. و در روز پنجشنبه نیم ساعت از وقت برنامه رو در آخر برنامه در واقع تلفن ها رو باز میکنم که بینندگان و کسانی که خواهان اون هستن که با من تماس بگیرن و سوالات مطرح بکنن و بحثی با من داشته باشن، بحث خودشون رو مطرح بکنن. روز پنجشنبه از ساعت 12 به بعد من تلفن ها رو آزاد خواهم کرد. درود به شما میگم، تا نوبت بعد.